عطر برنج ایرانی رو به یاد دارید؟ آیا آوازهای زنان شالیکار شمالی رو شنیدید؟ در مورد اونها چی میدونید؟ در شاعران زندگی با یکی از این زنان آشنا بشید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. شمال ایران به خصوص استان گیلان جایی هست که به داشتن شالیزارهای زیبا معروف بوده، اما گرایش به کشاورزی در این منطقه در 30-40 سال گذشته به تدریج کمتر شده و زمین های کشاورزی تبدیل شدن به ویلا و خونه. چرا؟ چون دیگه شالیکاری برای کشاورزها سود نداره. اما حسن هنوز کسانی که ایستادن پای شالیزارها تا بوی برنج ایرانی در سفره ها بازم بپیچه. شیرین پارسی یکی از اونهاست، یه شالیکار تحصیل کرده در غرب که از پاریس راهی شاندرمن شده تا کار بر روی زمین های شالیکاری پدر همسرش رو ادامه بده. اما این تنها بخشی از زندگی اوست. شیرین برق‌نورد مستندساز در فیلم شاعران زندگی با این زن و تلاش هاش از کاشت تا برداشت برنج همراه شده. خانم برق‌نورد در ایران و استرالیا فیلمسازی خونده و سال هاست به عنوان فیلمساز و تدوینگر در عرصه سینمای مستند ایران فعاله و آثارش هم در جشنواره ها مورد توجه قرار داشتن. خانم برق‌نورد این فیلم رو در چارچوب مجموعه کارستان ساخته، مجموعه که با نگاهی مثبت به معرفی چهره های اثرگذار و کارآفرینی در ایران میپردازه و روایت تلاش آدمایی که ریسک میکنن تا با خلق ایده ها و ارزش های نو دنیای خودشون و دیگران رو تغییر بدن. برای صحبت در مورد این فیلم از دو صاحب نظر دعوت کردیم که همراه ما باشن. فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس، و عظمه بهرامی، پژوهشگر و فعال محیط زیست از ایتالیا. خیلی خوش اومدید هر دو شما به برنامه این هفته ما. ممنون از حضورتون. به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم، بعد دربارش صحبت میکنیم. شاعران زندگی ساخته شیرین برق‌نورد رو ببینیم، دربارش بعد صحبت خواهیم کرد. از تبار بلبلم، شب میخوانم به شوق، روز میخوانم به شوق، شوق زندگی و بودن، و میاندیشم به مرگ، آن هم به شوق زندگی، زیرا مرگ نیز نوعی زایش است، بخشی از من در خاک میشود و کرم ها و مورچه ها از من تغذیه میکنند و ما می خوابیم و می خوریم و راه می رویم، از کنار هم می گذریم و مرگ را با زندگی به سخره می گیریم و زندگان را با مرگ می ترسانیم، اما نمی دانیم که دست در دست مرگ قدم می زنیم و او همچون سایه به ما نزدیک است و من با فکر به این سایه است که عشق را می خوانم. این گیاه اسمش آزولاست. این توی آب میتونه به سرعت تکثیر بشه. یه آقایی گفت اینو ما میتونیم به عنوان علوفه از ژاپن وارد کنیم. رفت ژاپن، یه کمی از اینا رو آورد برای اینکه ما به گاوامون، به گوسفندامون غذا بدیم. اینا رو ریخت تو آبهای شمال کشور. این وقتی که روی آب میاد نمیذاره اکسیژن به هر آنچه که زیر آب برسه، در نتیجه فتوسنتز به سختی انجام میشه، در نتیجه اون ماهیا، اون چیزایی که اون زیر هستن دیگه آفتاب ندارن، غذاشون تامین نمیشه و این همه آبهای استان ما رو گرفته. من با این زور کمم اینو اینجا درست میکنم. دیشب که میخواستم بخوابم دیدم فقط پشتم درد میکنه و کمرم و شونه ها. ولی چند سال پیش ببین حتی احساس کردم موهای سرم، ناخونام، یعنی تمام بندای تنم درد میکرد. خیلی کار سنگین بود. 325 کیلو وردمه.
شاید دیگه کشاورزی به این قشنگی قدیم نباشه، البته شاید به سختی قدیم نباشه، ولی دیگه نمیدونم. با زنانی زحمتکش و دوستدار زندگی. به سرانگشتانشان بسیار نگاه کردم که در اثر کار آب و گل به هیئتی دیگر در آمدن و من هر روز همراهشان بودم و به آرزوهایشان میاندیشیدم، به خنده ها و قهقاهشان. آنها در آن طبیعت گسترده با کمرهای خمیده خشم طبیعت را به هیچ میگیرند، سوز سرما، تندر باران و گرمای تند را به هیچ میگیرند و معناهای تازه‌ای برای هر آنچه که ما میبینیم و به آن نمیاندیشی میدهند، که آنان شاعران زیبای زندگی هستند. از سپیدی صبح و شاید هم خیلی زودتر از خواب بیدار می شدم و تنها خواستم به ثمر رساندن این بوته های نازک برنج بود. بزرگ شدنشان، خوشه زدنشان و تاب خوردنشان را در میان باد به نظاره نشسته بودم در تمام این سالها. مانند سایه در کنار کار بودم و هیچ چیز مانع از حرکت و تلاش من نشده. تنها به کار و کار و کار فکر میکرد و حالا بعد از سالها این تلاشها به بار نشسته است. فرزندانی تلاشگر و زندگی که بر پایه امید به آینده و زحمت پرثمر بنا شده است. مستندی با تصاویر بسیار دلنشین و شاعرانه از شاندرمن زیبا همراه با معرفی یکی از زنان فعال در این منطقه. ما فکر می‌کنم خیلی هم کمک کرده این ماجرا به اینکه پیوند عمیقی که خود این زن با طبیعت داره رو نشون بده. اون لذتی که میبره از لمس گیاهان، از لمس زمین، راه رفتن توی اون جنگل، فضایی که درش زندگی میکنه، ارتباط انسانی که خودش با همه اون موجودات زندهی که در اطرافش وجود دارن، به نظر من این خودش هم فیلم رو یه ذره شاعرانه میکنه که تصاویرم بهش کمک میکنه. مستند سادهی نیست از از روایی، عرض میکنم چرا، به نظر من یک مستندیه که از انتخاب و انتخاب نقطه دید و زاویه دید متن پیشتهیه.
شاعرانه زندگی رو دیدیم، ساخته شیرینه برق‌نورد، مستندی با تصاویری بسیار دلنشین و شاعرانه از شاندرمن زیبا، همراه با معرفی یکی از زنان فعال در این منطقه، فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس، و اعظمه بهرامی، نویسنده و پژوهشگر مقیم ایتالیا با ما هستند تا بیشتر درباره ارزش‌ها و اهمیت این فیلم و همطور مسئله کشاورزی و شالیکاری در شمال ایران بدونیم. گفتگو رو با شما آغاز کنیم آقای اسماعیل پور، به روال معمول، و به ما بگید که این چطور مستندی هست؟ این فیلم مستند ساده‌ای نیست از لحاظ روایی، عرض می‌کنم چرا. به نظر من یک مستندیه که از لحاظ انتخاب و انتخاب نقطه دید و زاویه دید متن پیچیده‌ایه، به این معنا که در برخورد اول یک پورتره به نظر میرسه، پورتره از یک زنی که یک کار غریب و بعیدی به نظر ما داره میکنه، به خاطر اینکه این کاری که ایشون میکنه با اون گذشته تحصیلی و اجتماعی قاعدتا باید غریب باشه برای ما و خارج از عادتهای ماست. از یک طرفی یک مستند درباره یک پروژه هم هست، پروژه‌ای که از گذشته شروع شده که ما حضور نداشتیم و در یک آینده قاعدتا نزدیکی باید به پایان برسه. برای همین اتفاقا من فکر میکنم این بخش دوم مستندی که درباره یک پروژه هست، امکانات دراماتیک کردن فضا رو به فیلمساز میتونسته بده و تا یه حد زیادی هم داده. برای شما چطور بود خانم بهرامی؟ این فیلم چه چیز تازه‌ای برای شما داشت؟ من خیلی لذت بردم از دیدن این فیلم و بیشتر از شیوه زندگی مجموعه اطلاعاتی داشتم در مورد کشاورزی در شمال ایران، مسائلی که مرتبطه با مافیاهای مختلف در اونجا هست، خود مسئله کار خانوادگی در شمال ایران که هنوز وجود داره، و این مجموعه اطلاعات من اونجا شکل تصویری، فرم تصویری پیدا کرد و دیدم که نمونه‌های روشنش در روستاهای دورافتاده شمال چطور عملی میشه و چطور تو همین فیلم هم حتی میبینیم بخشای رجوع میکنه به مجله‌های معتبر علمی، پروژه‌ای که خود پسر این خانم کار کرده که حوزه آکادمیکو در واقع پیوند میزنه به اون کار خانوادگیشون، و ما میبینیم که چطور اون ایده تئوری که وجود داره در مورد کشاورزی پایدار، در مورد کشاورزی متعهد به تجربه های سنتی موفق و یه کار خانوادگی که دل و جون میدن همه اعضای خانواده براش، چطور به یه نتیجه میرسه و چطور زیبا، کند و شاید فرسایشی ولی واقعا ماندگار پیش میره. این به نظر من یه حس عملی بود که تصویرهایی که دیدم تو این فیلم به من داد. ولی آقای اسماعیل پور، مسئله این فیلم چی هست؟ به جز حال معرفی این شخصیت چی میخواد به ما بگه؟ فیلم به نظر من میتونه فیلم کنشگر باشه، هم میتونه فیلم کنشگر باشه و هم میتونه فیلم درباره کنشگر باشه. این دوتا میدونیم یک تفاوتهایی با هم دارن. اینجا من فکر میکنم بیشتر فیلم درباره کنشگر، درباره انتخاب و زندگی کنشگر. من فکر میکنم مسئله اصلیش همینه که یک امکان و یک فرصت جایگزین به ما معرفی میکنه، یعنی یک زندگی آلترناتیو، یعنی یه امکان دیگری هم وجود داره از امکانهایی که تا اکنون میشناختیم. از آن ارزش فیلم اینه، در کنار این که ما شاهد تلاش ایشون هستیم، یک زنی که داره همه کار میکنه برای که به اون چیزی که میخواد برسه و یک جمع بزرگتری به اون چیز برسن مثل خانواده یا ایده‌ای که داره، ولی واقعیتش این ارائه امکان جایگزین برای زندگی، برای تلاش، به نظر من خیلی اهمیت داره تو این فیلم. من فهم کنم حالا در ادامه توضیحی که دوستمون گفتن، اگر ما جزئیات مسائل و مشکلات شمال ایران، شالیکارها، زمین‌های کشاورزی، وضعیت محیط زیستی که الان در استان مازندران گیلان باش درگیر هستیم و بدونیم، اهمیت یه همچین کاری برامون روشن‌تر خواهد شد. ضرورت ساخت یه همچین فیلم‌هایی برامون روشن‌تر خواهد شد. ما می‌دونیم که حتی تو ابعاد بین‌المللی توی حوزه کشاورزی و زنان شرایط بسیار سخت و دشواری دارن. بیش از 61% کارگرانی که روی زمین‌ها کار می‌کنن زنان هستن، در حالی که فقط 20%شون مالک زمینن. از مجموعه مالکان زمین که در تمام جهان وجود دارن فقط 2%شون زنان هستن. مجموعه از قوانین، روش‌های سنتی، حتی دلایل مذهبی وجود داره. مثلا در خود ایران زمین کشاورزی به خانوم ها به ارث نمیرسه. مجموعه این قوانین باعث شده که زنان به عنوان مالک زمین نتونن تصمیم گیرنده باشن. این کجا اهمیت پیدا میکنه؟
اهمیتش اونجاست که شما وقتی که میخواین برین مثلا فرض کنید که وامی برای زمینتون بگیرید، تعیین بکنید چه نوع بذری بکارید، شیوه کشت، شیوه برداشت، شیوه استفاده از سم یا عدم استفاده، کشت بیو رو در موردش تصمیم بگیرید، تمام اینا رو به عنوان مالک زمین میتونید برش در اون حوزه فعال باشین، تصمیم گیرنده نهایی باشین. و شما میبینید که اینجا این تجربه به روشنی نشون میده که وقتی یه زنی مالکیت زمین رو داره، حالا با واسطه یا بی واسطه، تصمیم گیر نهایی چطور میتونه پیش ببره وضعیت کشاورزی رو به سمت کشاورزی پایدار. ما این تجربه رو تو کشورهای آفریقایی که با فاو پروژه بین‌المللی کار می‌کنم مثل تانزانیا اینا داشتیم که عملاً تجربه شده. مسئله مهمی که بهش برمی‌خوریم زنان کشاورز در شمال وضعیت بسیار بسیار نگاه و بررسی شرایطشون بسیار بسیار مهمه، از این منظر که اغلب اونها به بازارهای مشخص محلی دسترسی دارن، اغلب اونها در واقع به شکل فامیلی و خانوادگی کار میکنن و دسترسی مستقیمی برای ارائه محصولاتی که تولید میکنن دارن، در حالی که ما اینو مثلا در مورد زنان زاگرس نشین نداریم، علیرغم اینکه تولید دارن توی حوزه صنایع دستی و مواد لبنی یا مثلا جنوب خراسان یا جنوب کرمان که عشایر بلوچ هستن، این بازارها رو نداریم. اما در جنوب صید ماهی، بازارهای ماهی، مسئله دسترسی به بازارهای محلی، این امکان اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال رو به زنان میده که بتونن در مورد فضایف و فعالیت‌های روستایی تصمیم بگیرن و مؤثر باشن. من فکر میکنم که از این منظر مهمه که شرایط زنان روستایی رو در ارتباط با توسعه پایدار در روستاها ببینیم. مسئله که در ایران باش با خلأ قانونی مواجه هستیم و خب سرمایه گذاری هم نشده و مافیایی وجود داره مثل همین ماجرایی که ایشون بهش اشاره میکنه. ما یه مجموعه عظیمی از واردات برنج داریم در حالی که شالیکارهامون با مشکلات جدی مواجه هستن. مثلا مصرف سم و کود، ما حتی برای یه بودجه مشخصی در مجلس در وزارت کشاورزی داریم، در حالی که شما میبینید که همین امروز تالاب‌های ایران به شدت مشکل اصلیشون ورود همین سموم کشاورزی با آب و خاک اونجا و یه صحنه از رشد واقعا فولاد و سیمان در شمال ایران که می‌بینید چطور زمین‌های کشاورزی رو و باغات رو می‌بلعه و فقط نتیجه اینه که اونجا رشد اقتصادی نداشته و مردم نتونستن به اون نتیجه نهایی زحمتی که روی زمین می‌کشن برسن. بر همین آدم‌ها دو گروه میشن، گروهی که زمین‌ها رو وا می‌گذارن و تبدیل میشن به کارگران فصلی یا نگهبانان باغ‌ها و ویلاها و راننده‌های شخصی افرادی که از مراکز میان و متمول‌تر زمین‌ها رو می‌خرن، یا کشاورزانی باقی میمونن که مجبورن بجنگن برای حفظ وضعیت موجود. به نظرم از این منظر این اطلاعاتی که به ما میده میتونه گویا باشه، حالا چه در حاشیه یا چه مواردی که به شکل مستقیم فیلم بهش اشاره میکنه. برگردیم به خود ساختار فیلم. آقای اسماعیل پور، خیلی کوتاه، فیلم مهمترین انتخابی که فیلمساز در طول فیلمش کرده، حالا به جز تصاویر خیلی بکر سینمایی و زیبایی که داره و تدوین خیلی خوب، استفاده از نریشن هست. نریشنی که حالا از اون خانم گرفته شده، متنی که اون خانم نوشته روی این فیلم. فکر میکنید که این نریشن، این روایتی که این زن یا قهرمان فیلم ما داره تعریف میکنه، چقدر کمک میکنه به اون فیلم دیگری که ما دیده ایم تا به حال؟ ببینید، ابتدا فیلمساز زاویه دوربینش رو مشخص میکنه برای روایت، میگه من میخوام یه فیلمی بر مبنای زاویه دید سوم شخص بسازم، خیلی هم جدیه. غیر از چند تا تخطی واقعا قابل چشم پوشی، به طور عملی تمام فیلمی سوم شخصه. اینکه در یک فیلمی با روایت سوم شخص یک حدیث نفس هم وارد بشه، کسی که داریم میبینیم ازش فیلمسازی دیگری، چشم دیگر داره ازش فیلم میسازه، خودش هم حدیث نفس بگه، کمی ویژه است. ولی شاید یکی از دلایل این اتفاق این باشه که شخصیتی که داریم دربارش فیلم میسازیم شخصیت پیچیده‌ای هستش، به این معنا که او یک زنی نیست که فقط تصمیم گرفته باشه کشاورزی کنه یا یک تصمیم خیلی ابتدایی گرفته باشه. اون ظاهرا شاعر، ادیب، تحصیلات مفصلی داشته، تجربه زندگی در غرب داره. شاید این پیچیدگی اون شخص، این شخصیت فیلمساز مجاب کرده که یه استفاده اینچنینی بکنه از صدای ایشون روی تصاویر. ولی این کمک کننده بوده، ما رو با یه وجه دیگه ایشون آشنا میکنه که شاید کمی سردرگم کننده باشه در ابتدا وقتی مواجهیم. ما دقیقا متوجه نمیشیم صدا کیه، کی داره این صدا رو میگه،
کم کم بهش آموخته میشیم عملا، ولی شاید یکی از راههایی بوده برای که اون وجوه دیگر ایشون نشون بده که بالاخره ایشون هم فعال زنانه، ایشون توی حوزه کار و فعالیت خیلی گرفت درگیره و هم بالاخره شاعره و و و و اصطلاحا روشنفکره و اصطلاحا به معنی بدش، یعنی آنتخو گیومه روشنفکره، و شاید یکی از راههایی بوده برای معرفی کردن وجوه بیشتر ایشون. ما فکر می‌کنم خیلی هم کمک کرده این ماجرا به این که پیوند عمیقی که خود این زن با طبیعت داره رو نشون بده. اون لذتی که میبره از لمس گیاهان، از لمس زمین، راه رفتن توی اون جنگل، فضایی که درش زندگی میکنه، ارتباط انسانی که خودش با همه اون موجودات زنده‌ای که در اطرافش وجود دارن، به نظر من این خودش هم فیلمو یه ذره شاعرانه میکنه که تصاویرم بهش کمک میکنه و قطعا روایتایی که خود اون زن داره از زندگیش به عنوان یه شاعر و تکیه‌های ادبی که نوشته رو میخونه، این کمک میکنه که شما در پیوند واقعی انسانی با طبیعت اطرافتون قرار بگیرین. اون بکری که میخواد برای شما روایت بکنه بهتر از اون به نظر من شیوه دیگه ای نمیتونه پیدا کنه. تمهیدای جایگزین هم هست وقتی که سوم شخص این رو روایت میکنیم، مثلا مثل این که اون گفتگو میکنه با دوروی گاهی، نه مصاحبه ولی گفتگو میکنه، یا یعنی اینکه با ترفند دیالوگ اطلاعات به هم منتقل میشن، یا بازسازی صحنه‌ای که اتفاقا صحنه هایی هم در فیلم هست که کمک میکنه به دراماتیزه کردن ماجرا، یا خاطراتی که دیگران تعریف میکنن خارج از شکل مصاحبه اگر بخوایم توی شکل ترفندهای دیگری هم هست، ولی انتخاب ایشون انتخاب اینجوری این شکلی بوده، شاید به خاطر اینکه پیشینه ادبی داره این خانم و میخواسته اون وجود نشون بده. خب فکر میکنم دیگه فرصت بیشتری نداریم برای صحبت در مورد این فیلم، بقیه رو بسپریم به بینندگان. شما از طریق همین راهی که اینجا داره زیرنویس میشه برامون بنویسید که چقدر درباره برنج ایرانی و شالیکاران ایرانی میدونستید، یا فیلم چه چیز تازه‌ای براتون داشت. به اتفاق مهمانان برنامه تا هفته آینده و یک برنامه دیگه، بدرود و سلامت باشید. خیلی ممنون.